مدار بعدی برشگر سری هست. در واقع این بهتر هست اجازه بدید اینو بزنم. این مداری که اینجا معرفی کردیم ایرادش، پوینترم بزنم، ایرادش این بود که سطحی که برش داده میشه یا محدود میشه مدار به اون سطح، وی آر به اضافه وی گاما هست. یعنی این خود این سطح به وی گاما یا ولتاژ لازم برای روشن شدن دیود بستگی داره. یعنی من اگه مثلا تنظیم کردم که دقیقا 5 ولت، این 5 ولت رو با یه خطای همراه خواهد بود. مثلا دیود رو عوض کنم در شرایط مختلف، این سطح متغیر خواهد بود. شاید خیلی پسندیده نباشه، یا ممکنه در بعضی مدارها که خود سطح برامون مهم نیست، این بازه تغییرات، این پایین مهمه که وی او دقیقا تغییرات وی آی رو دنبال کنه، این مدار شاید خیلی کاربردی باشه. ولی وقتی که مد نظرمون این هست که حالا سوای اینکه اینجا چه تغییراتی میکنه، خود این سطح برامون مهم هست که دقیقا به اون مقداری که مد نظرمون بود در واقع برش پیدا کنه، این توپولوژی که برای برشگر موازی استفاده کردم دیگه مناسب نیست. این مدار رو میتونم استفاده کنم، جای دیود و مامت رو عوض کردم، در این مدار حالا منحنی مشخصش رو یک بار دیگه با هم به دست میاریم برای اینکه دیگه دستتون عادت کنه. در اینجا نگاه کنید وی به ازای وی آی های بزرگتر از وی آر منهای وی گاما، خروجی دقیقا وی آر هست، یا این سطح برش دیگه به مشخصی دیود وابسته نیست. هر چیزی که اینجا براش به عنوان یک منبع دی سی براش ست کردیم دقیقا همون خواهد شد. منتها ایرادش این هست وقتی که دیود روشن هست که در واقع خروجی میخواد ورودی رو دنبال کنه، یک کوچولو متفاوت خواهد بود به اندازه وی گاما یا وی دی آن. حالا بسته به کاربرد، اگر سطح برش مهمه یا این سیگنال عبوری برام مهمه، برشگر سری یا برشگر موازی میتونه استفاده بشه. بچه ها اینجا هم دقیقا همون کار رو انجام دادم. این مدار اینجا دیود رو دارم، به نظرم میاد برای این هم یک بار اون محاسبات رو انجام بدم، شاید مفید باشه. خب پس من این رو اینجا میرم سراغ این دوباره. خب مدارم این بود، درسته؟ اینجا وی آر بود، اینجا آر بود، اینجا وی او بود، اینجا هم وی آی بود، این دیودم بود. اولین کار چی بود؟ گفتیم که ولتاژ دو سره دیود و جریانش رو مشخص میکنیم. این هم آی دی. جهت جریان و ولتاژ، پولاریته ولتاژ خیلی مهم هست در به دست آوردن این منحنی مشخصه. یک بار فرض خاموش بودن دیود رو بررسی میکنیم، میگیم دی اگر آف باشه، سری مدار معادلش رو رسم میکنم، درسته؟ اینجا وی آره، اینجا هم آر، اینجا رسمش رو گفتیم، بعد اینجا به اضافه منهای وی دی هست، اینم آی. اولا وی دی رو براش تشکیل میدم. وی دی در این مدار چی هست؟ مثبتش که وی دی وصل هست به وی آر، درسته؟ دیگه هیچ جریانی، چون مدار قطع شده، مدار باز گذاشتم، هیچ جریانی عبور نمی کنه از این مقاومت، هیچ افتی هم پس ندارم. این برابر وی آر هست، منفیشم که به وی آی. این باید از وی گاما کوچیک تر باشه، یا
VR به اضافه ببخشید منهای وی گاما باید کوچکتر از وی آی باشه. این شرطی هست که تضمین میکنه که دیود به عنوان دیود خاموش میتونه عمل کنه. در این حالت خروجی برابر چیه؟ خروجی برابر دیگه میبینید دیگه برابر وی آر. پس به ازای وی آر وی آی بزرگتر از وی آر منهای وی گاما دیود خاموشه، در این حالت خروجی برابر وی آر هست. فرض روشن بودن دیود، وقتی که دیود روشن هست اون موقع به جای دیود چی باید بذارم؟ یک منبع ولتاژ. با توجه به جهت دیود منبع ولتاژم به این صورت هست که به اندازه وی گاما اینجا وی او هست، این آره، این هم وی آر، اینجا هم که وی آیه، درسته؟ الان جهت جریان هم اینجا به این صورت تعریف کرده بودم، پس جهت جریان رو هم اینجوری در نظر میگیرم. فرض روشن بودن دیود چی هست؟ آیدی باید مثبت باشه. توی این مدار آیدی رو به دست میارم. آیدی جریان این حلقمون هست یا جریانی که از این مقاومت داره رد میشه. آیدی چی میشه؟ مثبتش به وی آر وصله، منهاش به وی گاما به اضافه وی آی وصله، تقسیم بر آر، این باید مثبت باشه. خب این رو ساده کنم، وی آر منهای وی گاما منهای وی آی باید مثبت باشه، یا وی آر منهای وی گاما بزرگتر از وی آی باشه. این شرطی هست که تضمین میکنه دیود روشن هست. در این حالت وی او برابر چیه؟ وی او برابر هست با تو این مسیر بیام پایین، یه دونه وی گاما هست، یه دونه هم وی آی، وی آی به اضافه وی گاما هست. این هم خروجی. بچه یه چیزی رو دقت کنید، همیشه وقتی که به دست آوردید این منحنی مشخصه نباید گسستگی داشته باشه، به اضافه اینکه ورودی از منهای بی‌نهایت تا به اضافه بی‌نهایت هم باید تعیین تکلیف بشه. دقت کنید من اینجا به ازای وی آی های کوچکتر از وی آر منهای وی گاما تعیین تکلیف کردم خروجی رو، از همین مقدار بزرگترها رو هم تعیین تکلیف کردم. الان این دوتا رو در نظر بگیرید، من برم سریع این رو نشون بدم که دقیقا ببینید همونه دیگه. نگاه کنید، به ازای وی آی کوچیکتر از وی آر من، اینو بزنم، به ازای وی آی کوچیکتر از وی آر منهای وی گاما دیودمون روشن هست، دیود روشن وی او برابر وی آی به اضافه وی گاما بود، به ازای وی آی های بزرگتر از وی آر منهای وی گاما دیود خاموشه، دیود خاموش در دیود خاموش خروجی برابر وی آر بود. شما به عنوان تمرین این دوتا تمرین رو حتما انجام بدید. تو یکی جهت دیود رو عکس کردم، تو یکی هم جهت منبع ولتاژ رو عوض کردم.